تو ادامه مسیرم به سمت فود بنک هستم. این ساختمون تورانو دیستریکت سکول بورد هست. تقریبا دیگه رسیدم به قسمت فود بنکی که میخواستم بیام. اینجا ماشینایی که اینجا پارک شده مشخصه، یه سری آدم اومدن اینجا. بریم ببینیم اوضاع چه صورته. خودروی تسلا تو کانادا به خاطر اینکه خب پول بنزین نمیدین، پول سوخت ندارین چون برقی هست، خیلی متقاضی پیدا کرده و مردم خیلی خواهان خودروی تسلا هستن، ولی خب خودروهای دیگه هم همچنان سر جای خودشون هستن و استفاده میشن. من به قسمت ورودی فود بنک دارم نزدیک میشم. این قسمت خروجیه. مردم از قسمت درش وارد میشن. Yeah, two weeks ago. Yeah, okay, come on, sir. Thank you. Hi there. Thank you so much. این غذاییه که خب خود دولت هم کمک کرده به فود بنک ها. هم منتظر میمونیم که بعد این خانم با رعایت فاصله ای که بین مردم هست بریم ببینیم چه خبره. Okay, I thought that he's in front. Hi, Sam. Hi there. Hi, what time is your appointment? I came here 2 weeks ago. But you don't have appointment for today? No, you just you okay. told me how that... Many, how many people in your family? Two people. Two? Yeah. Okay, so it's in last. So in the next time you will come back is 2 weeks from today. Not sure, that's okay. Happy, come back this time, 11:30. Okay, I will, thank okay. you. Okay, you can. Thank you so much. Thank you very much. Just hang there, so be careful on the side. Thanks for your generosity. خب تو ادامه مسیرم دارم به سمت یه فروشگاه چینی به اسم تونتای تو منطقه به اون سمت میرم. این فروشگاه یه مغازه کوچیک ایرانی هم داره که خیلی به درد میخوره و همه محصولات مورد نیاز رو از ایران میارن و با قیمت خوب میشه ازشون گرفت. خب من شما رو هم با خودم همراه میکنم تو ادامه مسیرم به سمت این فروشگاه چینیه. حالا اسمش هم
ممکنه یه سری ها بگن خب نباید توی این فروشگاه چینی رفت و به خاطر اینکه مریضی از چین اومده، ولی خب این بنده خدا اصلا اینطوری نیست. به هیچ بحث هیچ اقلیتی یا اینکه اهل کجایی اینجا وجود نداره، همه واقعا تو یه لولن، کاملا رعایت کردن همه جوانه و پایین اتوبوسایی که بین اخم اومد. هر مسیری شماره خودشو داره، مثلا این 25C داره میره به سمت خیابون استیلز، یعنی دامیلز و شمالی رو داره میره، و آدمایی که اینجا خودشون دیگه اینقدر با این موارد برمیخورید شماره اتوبوس ها رو حفظ میشید. بعدش یه سری اتوبوس ها هم هستن، حالا مثلا این 25 باشه اینه مثلا مترو اکسپرس کرش تهران، یه سری اتوبوس های اکسپرس هم داره که از یه سری ایستگاه ها جامپ میکنه و به همه ایستگاه ها توقف نداره و سریع‌تر شما میرسید. ملاحظه میکنید که هرچی دارم به سمت این فروشگاه میام خب جمعیت هم بیشتر میشه، رفت آمد ماشین هم بیشتره. شعبه مکدونالد اینجاست، یا به قول خودشون مکدونالد، که تعطیله و فقط درایو تروش کار میکنه. الان مثلا یه آبر که داره میادن، باید فاصله ما باش رعایت کنم. این قسمت مکدونالده و اونم صف ماشینش. قسمت ورود صف ماشینیه و این قسمت هم قسمت خروجیشه که از این ور وارد میشم، منوی مکدونالد تو همین اول صف هست، هر چیزی که میخوان انتخاب میکنن. رو همون تابلو هم ببینید اینا چه اهمیتی میدن به آبر. تقریبا هر جایی که حق با آبر باشه و رد شید، هر ماشینی باشه نگر میده و یه حسی میده که واقعا یه حس انسان دوستانه است که به انسان بودن یه فرد احترام میذارن. خب این قسمت پشتی صفحه مکدونالد هست، ما اونوری کاری نداریم به سمت. خب یه شاخصی که هست مثلا فروشگاهی که هست، از بیرون که میایید این کارتایی که دارن معمولا نگاه میکنید، الان مثلا نصف کارت ها رفته تو هن، یعنی تقریبا شلوغه، همه این کارت ها رفته. اگه همه شون اینجا باشن آدم میفهمه که فروشگاه شلوغ نیست. دارم به قسمت ورودی فروشگاه نزدیک میشن. خب باید محبت فروشگاه میشن. واسه شلوغی خیلی زیاده فروشگاه جدیدن مأمور هم گذاشتن. خب همونطور که میبینید اینا محافظ بینه صندوقدارا و مشتری ها گذاشتن. من خودم سعی میکنم زیاد نزدیک کسی نشم، حالا تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم به جزئیات بیشتری بپردازم و قیمت محصولات براتون بذارم، ولی خب متاسفانه الان من خودم احتیاط میکنم که زیاد نزدیک آدما نشم. و در همین حد که شما سیستم فروشگاه رو ببینید تو این شرایط چجوری خرید میکنن کفایت بکنه.
آهنگ چینی هم گذاشتن و حالا من تا جایی که باز بتونم شما رو با خودم همراه میکنم با جنسایی که اینجا دارن و ممکنه واسهتون جالب باشه که بدونید چیا وجود داره، نوع فروششون و بسته‌بندیشون. اینکه قسمت فلفل دلمه ای و قارچ و این قسمت مثلا خالی شده، همیشه پر بود. اگر اجازه بدی من دیگه بیشتر از این قسمت فروشگاه رو نشون نمیدم که انشالله تو دفعات بعدی وقتی مناسب بود بخش بخشش رو به طور کامل براتون به اشتراک میذارم. دوستان، یکی از فروشگاه ایرانی رو میخواستم بهتون نشون بدم، الیز مارکت تو تقاطع ون هورن و دان میلز. میخواستم شما رو باش آشنا کنم، یه سری بهش بزنیم ببینیم چه محصولاتی داره. یالا جواد نوار داداش، یارونما قربان سنه آ جواد. یالا من بیراد چانمدن فیلم یقم اینستاگرامما گویجام. خب دوستان، از آقا جواد عزیز اجازه گرفتیم، من یه از اول مغازه براتون جنسایی که تو مغازه عرضه میشه رو نشون بدم. همونطور که میبینید خب تقریبا همه جنسای ایرانی رو ما میتونیم اینجا ببینیم، از انواع چای و مربا و حتی حبوبات ایران، همش داره از ایران ارسال میشه به این قسمت و ما میتونیم راحتی به همه چی دسترسی داشته باشیم. نمای کلی از فروشگاه رو بهتون نشون بدم. این دوستان خودشون چون برای آستارا هستن بهترین برنجه شمالو میارن واسه رسوندن به دست مردم. حتی لواژگی ایران سبزی های خوش شده که واسه قرمه سبزی لازمه، نعنا و خیلی جنس های دیگه که میتونید ببینید و میشه اینجا تهیه کرد. خب بینندگان عزیز سلام عرض شد. همونطور که مستحضر بودید من رفتم فود بانک و بسته کمک غذایی که دولت کانادا تو هر منطقه به خانوارها تخصیص میداد و گرفتم، خواستم جزئیاتش هم بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید یه آب پرتقاله، کورن فلیک هاست که شیر میخورن، تخم مرغ، مکن چیز، ماکارونی، یه مقدار پیاز و هویج با هم گذاشتن، بعد پینات باتر، بینز، سس پاستاست، اون کوچولوهای بالا تیکه‌های هلو، تون ماهی رب، یه کنسرو پروتئینی ماهی و همین. اینا رو واسه این سبد گذاشته بودن و دو هفته دیگه زمان دریافت بسته کمک‌های بعدیه. ممنونم از توجهتون، خدا به همراه.